راستش من سالهای سال توی ایران بیزینس خودم داشتم و در قسمت غیر دولتی آموزشگاه زبان مدرسه غیر انتفاعی فعالیت میکردم. وقتی وارد کانادا شدم به عنوان مترجم و کاستومر سرویس وارد این بیزینس شدم. بعد یه مدت با حمایت و ساپورت مدیرایی که داشتم با تشویق اونا مدرک سلز رو گرفتم و به عنوان نماینده فروش شروع به کار کردم. رمز موفقیت. عوامل زیادی باعث میشه که یه بیزینسمن یا وومن توی کانادا بتونه توی بیزینسی که تا حالا تجربهش هم نداشته موفق باشه. یکی اینکه وقت بذاره و همیشه اهمیت بده به اون کلاینت، به اون مشتریش و همیشه خودش رو تو اون جایگاه قرار بده که من الان اومدم به عنوان مثال میخوام یه ماشین لیز کنم، یه ماشین فایننس کنم. اوکی، الان من نوعی که اون برای میز نشستم چه انتظاراتی دارم از این سلز پرسن؟ اگه از اون دید نگاه کنیم، اگه کاستومرمون رو، اون کلاینتی که به ما مراجعه کرده، درک کنیم، حتما میتونیم موفق باشیم. راستش توی کانادا به خاطر کمبود وقت خب خیلی از علاقه ما حذف شد وقتی که وارد این کشور شدیم، چون خب مخصوصا این بیزینسی که من هستم بیزینسی که تقریبا میتونم بگم 24 ساعته است، مخصوصا تلفن. ولی خب وقتی که وقت پیدا کنم حتما با دوستان، حالا پیاده روی، کمپینگی، کتاب خوندنی، مثل خیلی از علاقه افراد دیگه. چیزی که من میشنوم، حالا دوستان لطف دارن، کلاینت ها لطف دارن، مدیران همینجور در مورد من میگن، یکی صبوری و وقتی که میذارمه، خوش برخورد بودنمه، نتورکینگمه. این چیزی که من حالا از اطرافیان میشنوم در مورد خودم. تو دنیای امروزی بدون نتورکینگ، بدون اون سوشال مدیاها، بدون اون تبلیغاتی که ما میتونیم انجام بدیم، اصلا بیزینس کردن امکان نداره. یعنی شما باید توی نتورکینگ انقدر فعال باشید که شما رو بشناسن، ریویوهاتون رو بخونن تا بتونن به شما مراجعه بکنن. و فکر میکنم هر بیزینسی، تو هر حتی بیزینس های خیلی کوچیک، باید حتما تو قسمت نتورکینگ فعال باشن که بتونن موفق باشن. راستش من با توصیه یکی دوتا از دوستان که خب از بیزنس وومنهای موفق کانادا هستن با بیزنس لیدر آشنا شدم و وقتی در موردشون حالا مطالعه کردم، سرچ کردم، دیدم که خب یه سری افرادی هستن که تو حالا تخصص‌های مختلف دور هم جمع شدن، علاوه بر نتورکی که خودشون دارن و به دوستاشون دارن میدن، به مناسبت‌های مختلف مهمونی‌های مختلف میگیرن که این کمیته ایرانی‌ها رو توی یه جا جمع میکنن و هم فانه و هم بیزینسه. و من بیزینس لیدر رو انتخاب کردم به خاطر نوع بیزینسش. مهمترین راهکاری که من میتونم به دوستان بدم برای موفق شدن در هر بیزینسی در درجه اول صداقت، پشتکار، گذاشتن وقت برای کلاینت و مشتری، سرویس دادن به مشتری هست، داشتن ریویوهای خوب، ریپیتیشن خوب و مهمترین تبلیغ برای ما خود کلاینت ها و مردم هستن. اینها همه باعث میشه که شما یه بیزینسمن یا وومن موفق باشید.